أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله 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 ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الله الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله أكبر. إي والله حفظك الله. وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. زندگی ممزوجی است از کار، استراب، خشونت، رایانه، ماشین، سرعت و اینک اسلام و زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر ممعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعنت و الخزلان علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم. امیدوارم که تو این روزهای مبارک، تو این شبهای مبارک،
از کسانی نباشیم که روزهای ماه رمضان بر اونها میگذره در حالی که فقط بدنهاشون ضایع میشه، بدنهاشون نحیف و لاغر میشه، اما قلبهاشون همچنان سرشار از بت‌ها و سرشار از محبت به غیر خدا باقی مونده. امیدوارم که از اینجور افراد ما نباشیم. همچنین آرزو دارم که همه ماها بتونیم از این ماه مبارک بهره کافی و وافی رو ببریم. برای بهره‌مندی از این لحظه ها، ثانیه ها، ساعات، روزها و شبهای این ماه عظیم ما باید دو چیز رو داشته باشیم. یکی اینکه شناختی از ماه مبارک رمضان داشته باشیم. ببینید ما تا از چیزی شناخت نداشته باشیم قدر و اهمیت اون رو نمیدونیم. من مثالی بزنم، یه تابلو فرشی بیارم به من هدیه بده، من اینکه متخصص تو این زمینه نیستم سر بر نمیارم با چه زحمتی این بافته شده، با چه زحمتی این ساخته شده، خیلی قدرش رو نمیدونم. نهایت چیزی که در مورد این تابلو فرش انجام بدم اینه که تابلو کنم بذارم به دیوار بمون. ولی اگه این تابلو فرش رو به کسی بدم که هنرمنده، کارش اینه، معرفت داره نسبت به این تابلو فرش، اون خیلی قدرش رو میدونه، ارزش این تابلو فرش رو خیلی میدونه. زیاد اتفاق افتاده، از خیابون میگذاریم کسی از کنار ما رد میشه، هیچ گونه محبت یا عدم محبتی نسبت بهش نداریم. چرا؟ چون معرفت نداریم. ولی اتفاقی میفته، باهاش دوست میشیم، رابطه پیدا میکنیم، میبینیم چقدر شخص بزرگیه این، چه شخصیت عظیمیه. چون معرفت پیدا کردیم به تبع اون، دنباله این معرفت، محبت هم میاد تو قلبم و بعد از محبت بلافاصله اطاعت. اون آقا هر چی بگه میگم چشم. چرا؟ چون قدرش رو شناختم، عظمتش رو دونستم. نسبت به ماه مبارک هم همینطور. اگر من نسبت به این ماه مبارک معرفتی نداشته باشم قدرش رو نمیدونم. ولی همین که معرفت پیدا کردن، شناختم چه ماه بزرگیه، چه ماه عظیمیه، چه فرصتیه در اختیار من گذاشته شده، اگه این معرفت اومد دنبالش محبت میاد. دیگه قدر این لحظات رو میدونم. روایت هست که لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان است. اگر این انسان ها میدونستن که ماه مبارک رمضان چه ماه بزرگیه، چه گنج هایی در این ماه رمضان نهفته است، آرزو میکردن که کل سال ماه رمضان میشه. 12 ماه کلن ماه رمضان میشه. چرا؟ چون دونستن ماه رمضان چه ماه مبارکیه، چه ماه عظیمیه. پس اولا نسبت به این ماه، برای بهره‌مندی از این ماه، بهره بیشتر از این ماه، اولا نسبت به این ماه مبارک ما باید معرفت پیدا کنیم. روایاتی که در عظمت ماه مبارک هست، شب قدری که در این ماه مبارک هست، لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه. 1000 ماه رو ما اگه حساب کنیم 80 سال میشه، بیشتر از 80 سال. این چه شبیه که بیشتر از 80 سال ارزش داره؟ این چه ماهیه که این شب مبارک در این ماه گذاشته شده؟ پس اولا برای بهره بیشتر باید معرفت پیدا کنیم نسبت به ماه مبارک. دوماً از این ور باید ببینیم ما خودمون چه کاستی هایی داریم، چه کمبود هایی داریم در زندگیمون. عشق هامون رو مرور کنیم، به چه چیزهایی عشق داریم که نباید داشته باشیم، به چه چیزهایی محبت داریم که نباید داشته باشیم، از چه چیزهایی کینه هایی داریم که نباید داشته باشیم. از اون ور معرفت نسبت به ماه رمضان، از این ور خودمون رو مرور کنیم.
عشق هامون رو مرور کنیم، محبت هامون رو مرور کنیم، کینه هامون رو، خوف ها، امید ها، به چه چیزهایی دل بستیم که نباید دل ببندیم، به چه چیزهایی امید داریم که نباید امید داشته باشیم. اینا کنار هم گذاشته بشه، معرفت به اضافه مرور نفس، مرور روح خودمون، انشالله با این راه میتونیم بهره کافی و وافی رو از این ماه مبارک ببریم. اما بحثی که در خدمت عزیزان بودیم، بحث تبیین نظام ارزشی اسلام، نظام اخلاقی اسلام با محوریت دعای مکارم الاخلاق. در جلسات گذشته ویژگی هایی رو عرض کردیم برای نظام ارزشی اسلام، از قبیل شمولگرایی، ترکیبی از ملاک ها تو این نظام بود، حسن فعلی و فاعلی، مراتب داشتن ارزش ها و دیگر. بحثی که امروز قرار در خدمت بزرگواران باشم در مورد دعای مکارم الاخلاق و تطبیق این نظام ارزشی بر دعای مکارم الاخلاق. به عنوان مقدمه کوتاه در مورد حقیقت دعا و اصل دعا داشته باشم، بعد وارد بحث دعای مکارم الاخلاق بشیم. همونطور که میدونید دعا از اموریه که در فرهنگ اسلام بیشتر به اون توجه شده، لذا شایسته است که اول حقیقت دعا رو ما کشف کنیم، بدونیم حقیقت این دعا چیه. این همه سفارشاتی که از ائمه علیهم السلام هست در مورد دعا کردن، توصیه های زیادی شده که دعا کنید، این دعا کردن لازمش اینه که اول من حقیقت دعا رو بدونم. تا من به حقیقت دعا پی نبرم، به دعا کردن رو نمیارم، چون حقیقتش مشخص نیست برم. اولا این بحث رو داشته باشیم که دعا بعضا دعا ما رو تنبل میکنه، تنبل به بار میاره، که این خلاف آموزه های اسلام. دعا عرض کنم خدمت شما عمل اون کسیه که از تمامی امکاناتی که داره بهره کافی رو میبره، تمامی نعمتهایی که داره اونا رو به کار میندازه، تمامی تواناییهایی که داره از اونا مصرف میکنه و کنار اینها از رب خودش طالبه، کنار اینها از خدای خودش خواستاره که اینو کمکش کنه. بعضا خلط میشه بین مباحث. اون کسانی که هنوز امکانات خودشون رو مصرف نکردن، من نوعی امکاناتی در دستم دارم ولی مصرف نمی کنم، از این ور میام دعا میکنم که خدایا مثلا فلان کار رو انجام بده، این در واقع میشه گفت استهزاه، به شوخی گرفتن دعاست. مثالی عرض کنم، مثلا من یه غذایی در دستم دارم، تو خونه یه غذایی دارم، الان با اینکه غذا در دست من هست بیام به خدا یا به شخص دیگری غیر از خدا بگم که این گرسنه رو سیر کن، یعنی استهزا. من اگر واقعا معتقدم که این کار باید انجام بشه، این گرسنه باید سیر بشه، چرا خودم قدمی بر نمیدارم؟ امکاناتشم دارم. پس دعا مال جایی که اون امکاناتی که من دارم همشو به کار بندازم، اون توانایی هایی که خدا به من داده همشو مصرف کنم، در کنار این من دعا کنم. اگر از اونها من استفاده نکنم، اونها رو مصرف نکنم، بیام دعا کنم، این یعنی به شوخی گرفتن دعا. در دین مقدس اسلام سه نوع نگاه به دعا هست. اولین نگاهی که در دین اسلام به دعا شده اینه که دعا یک وسیله‌ای هست که اون زمانی که سایر وسیله‌ها و سایر کلیدهایی که من میتونستم مشکلاتم رو با اون باز کنم، حل کنم، اونا همشون شکستن.
بعضا من تمامی امکاناتی که دارم مصرف کردم، تمامی توانایی هامو به کار گرفتم، ولی باز به هدف نرسیدم. اینجا جای دعاست، باید دعا کنم. از همه توانایی ها استفاده کردم، ولی با این همه تو راه موندم، به مقصدم نرسیدم. یک نوع دعا در دین اسلام همینجاست. دومین نوع دعا، پس اولین نوع این بود که یک وسیله‌ای بعد از شکستن وسیله ها، تمامی وسیله ها رو به کار میگیرم، میبینم جواب نمیده، رو به دعا میارم. آیه قرآن هم میفرماید فاذا ركبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. زمانی که در وسط دریا امواج خروشان و سهمگین بلند میشه، دیگه از همه جا قطع امید میشه و انسان خودش رو در معرض غرق شدن تو دریا میبینه، آنگاه دست به دعوا الله مخلصین له الدین. اینجاست که دست به دعا برمیداره و کار خوبی هم هست، مذموم نیست. دومین جا اینه که دعا رو من نه وسیله‌ای بعد از شکستن وسیله ها، نه امیدی بعد از سایر امیدها، نه، دعا رو وسیله‌ای همراه وسیله ها میدونم. اونایی که تو زندگی به یک معرفتی پیدا کردن، تجربه هایی رو داشتن، عبرت هایی رو از زندگی گرفتن، اعتراف دارن که وسیله ها همشون عاجز. حتی این دست افراد، حتی همراه تمام وسیله ها، باز نمیگن که به مقصد رسیدیم. وسیله ها همش مهیاست، ولی باز نمیگن به مقصد رسیدیم. از این ور هیچ وسیله ای نیست، باز اعتراف نمی کنن که مانده ایم، در راه ماندیم. نه، چون اینها به یک معرفتی دست پیدا کردن، دعا رو وسیله ای همراه وسیله های دیگر به حساب میاد. این دومین نوع برخورد با دعا که نسبت به مرحله اولش از مرتبه بالاتری برخورداره. سومین نگاه به دعا در دین اسلام اینه که سومین نگاه دیگه دعا وسیله نیست. تو دوتای اولی عرض کردم دعا وسیله است. یک وسیله بعد از شکستن وسیله ها، بعد از ناامیدی. دومی این بود که وسیله کنار وسیله ها. ولی تو نگاه سوم به دعا، دعا دیگه وسیله نیست، خودش هدفه، خودش عمله. مقدمه نیست که ما رو به یه چیزی برسونه، خودش هدفه، خودش مقصده، خودش عمله. با این دید سوم، کار یکم حساس‌تر میشه. با این دید دیگه دعا وسیله‌ای نیست برای رسیدن من به اهدافم. با این دید دعا یک درسه، باید اینو آموخت، یاد گرفت این درس رو. چطور درس‌های دیگه رو کلاس میریم یاد میگیریم؟ با این دید که دعا خودش هدفه، به من سبک زندگی نشون میده، با این دید دیگه دعا خودش مقصده، مقدمه نیست، درسه، باید برم یاد بگیرم. و سپس بعد از یاد گرفتن، همراه نیازها و در لحظه های بحرانی، با جمله هایی از این دعاها زندگی کنم که مشکل گشاست. همونطور که ما قرآن رو، اینم عرض کنم خدمتتون، قرآن رو ما دو جور میتونیم قرائت کنیم. ماه رمضان، ماه قرائت قرآن، ماه نزول قرآن. قرآن رو ما دو جور میتونیم قرائت کنیم. این که باز کنم، قرائت کنم و برم تا آخر جزئی. ولی اگر قرآن رو من به عنوان شخصی که درد دارم، دردمندم، مشکلاتی دارم تو زندگیم، چه روحی، چه جسمانی، چه اجتماعی، چه شخصی، فردی، قرآن رو با این دید بخونم، به آیاتی میرسم که دست میذاره رو مشکلاتم.
از مشکلات من، از زبان من سخن میگه. اگر با این دید، یعنی مطالعه کنیم، مطالعه کنیم، قرائت کنیم، ولی با دید این که من دنبال درمان دردهام تو این کتاب، فیه تبیان لکل شد، بیان هر چیزی تو قرآن اومده، من باید اینو کشف کنم. کی میتونم کشف کنم؟ اگر با این دید مطالعه کنم، قرائت کنم قرآن رو، که یک من دردهایی دارم، میخوام این دردها رو همراه با درمانش تو این آیات الهی جستجو کنم. این خیلی ارزشمنده و روحیه میده به آدم برای ادامه زندگی. مشکلات حل میشه. دعا هم اینجور، دعا وقتی خودش هدف شد، مقدمه نشد برای رسیدن به چیزهای دیگه، اینجاست که به عنوان درس من باید این دعاها رو یاد بگیرم. خب الان من میخوام این دعاها رو یاد بگیرم، این یه مقدمه ای داره برای بهره برداری کامل از این دعاها. تو یک مرحله به عنوان مقدمه باید با تمام دعاها آشنا بشم. شاید یکم سخته، ولی حلال مشکلات. یک مروری حداقل به عناوین دعاها داشته باشم، یک مرور کلی بر سرفصل‌های دعاها داشته باشم، دعاهایی که تو کتاب‌ها هست، تو مفاتیح الجنان هست. خب خاصیت این مرور چیه؟ ارزش هم داره این مرور؟ بله. میشه دو تا خاصیت گفت برای این مرور. اون جاهایی که زبان ما ناتوانه، ما خیلی دیدیم بعضا یه مشکلی داریم 4-5 سال منو اذیت میکنه، یه شخصی میاد سخنرانی میکنیم، بعد سخنرانی یا مثلا یه اتفاقی پیش میاد، میگم این 4-5 سال یه حرفی تو دلم داشتم ولی نمیتونستم بگم، زبانم عاجز بود، زبانم ناتوان بود، شما امروز مشکلات منو گفت، پیش اومده، برای همه احتمال زیاد پیش اومده، حرف دل من رو گفتی، اون حرفی که نمیتونستم به زبون بیارم، زبونم ناتوان بود، اونو امروز گفتی. دعا هم تو این مرور به این موارد زیاد برمیخوره. این قول قطعی میدم من. اگر یک مرور کلی بر دعاها داشته باشیم، به یه جاهایی میرسیم که این دعا از احساسات من حرف میزنه، اون احساساتی که زبانم ناتوان از بیانش، نمیتونه بیان کنه، ولی این دعا اومده از احساسات من داره حرف توضیح میده، احساسات منو، مشکلات من رو توضیح میده، منشأ این مشکلات رو توضیح میده، درمان این مشکلات رو توضیح میده، نحوه برخورد من با این مشکل رو توضیح میده. پس اولا خاصیت این مرور اینه. ثانیاً با این مرور دیگه نیازهای ما از سطح آب و آتش و در و دیوار و کفش و کلاه و اینا بالا میره، قدرت بیشتری پیدا میکنیم. بله اینا لازمه، لازمه زندگی، کفش و کلاه و آب و آتش و در و دیوار، همه اینها لازمه، ولی آیا به اینها اکتفا کنیم؟ نه. به یک مطالبی برمیخورم که قدرت من رو بالا میبره، نیازهای من رو عوض میکنه، دغدغه های من رو عوض میکنه این دعاها، این مرور. مثلا یه دعایی از پیامبر هست با چه مضامینی، دقت بفرمایید، میفرماید اللهم اینی اسألو که حبک، خدایا من محبت تو رو میخوام، و حب من یحبک، عشق تو رو میخوام، عشق اون کسی که تو رو دوست داره میخوام، بل عمل الذی یبلغنی حبک، اون عملی رو میخوام که من رو برسونه به حب تو، به عشق تو برسون. کلن حرف از حبه دیگه، نیازها رفته بالا، دغدغه ها رفته بالا. حضرت علی علیه السلام در
مناجات شعبانیه فرماید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، ای معبود من دل بریدن از همه کس و پیوستن به خود را به من عنایت. باز ببینید دغدغه حضرت علی علیه السلام چیه، دغدغه های ما چیه. تو بخشی از مناجات المریدین هست، فانک لا غیرک مرادی، پروردگارا تنها تو نه کس دیگر آرزوی منی، و لک لا لسواک سحری و سهادی، شب زنده داری و نخوابیدن من فقط برای توست. ببینید دغدغه ها دیگه فرق میکنه، سطح نیازها با این مرور، اگه من با این فرازهایی از دعاها برخورد کنم دیگه دغدغه هام تو زندگی فرق میکنه. بعضا میشینم برای گذشته خودم میخندم من به چه چیزهایی دغدغه داشتم، ائمه دغدغهشون چیه، ائمه نیازشون چیه، ائمه درخواستشون چیه، در نیاز من چیه. بعضا میشینیم میخندیم، بعضا میشینیم گریه میکنیم که دغدغه های من چی بود، باید چیها میخواستم، چی خواستم از خدا. پس این یک مطالب کلی در مورد دعا. همه دعاهایی که از سوی ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده، همه اینها وسیله گرانبهایی است برای تقرب به خداوند متعال. ولی برخی از این دعاها علاوه بر تقرب مزایای دیگری هم دارند. میشه گفت گنجینه‌هایی از علوم و معارف در این دعاها، در برخی از این دعاها ذخیره شده که با دقت در اینها میتونم من به اندازه ظرفیت خودم، به اندازه فهم خودم، به اندازه معرفت خودم از این گوهر گرانبها استفاده بکنم. دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام، دعای 20 صحیفه سجادیه، از جمله این دعاهاست که گنجینه هایی از علوم و معارف در این دعا ذخیره شده. هر فراز این دعا حاوی پیام ها و درس های مهمی برای انسان هست، یعنی یک برنامه انسان سازی. همونطور که از نام این دعا پیداست، دعای مکارم الاخلاق، موضوع این دعا متمرکز در مسائل اخلاقی است، چه اخلاق فردی چه اخلاق اجتماعی. نام این دعا، یک استفاده ای از نام این دعا بکنیم. نام این دعا به ما یاد میده که در مقام درخواست از خداوند متعال نباید تنها به امور مادی و دنیوی اکتفا کنیم. شاید اکثر کسانی که دعا میکنن بیشتر متوجه نیازهای مادی، جسمانی، اجتماعی و اینا هستن و کمتر به این توجه دارن که کسب فضائل اخلاقی نیز نیازمند درخواست از خداست. یعنی همونطوری که من مادیات رو از خدا درخواست میکنم، سجایای اخلاقی رو هم باید از خدا درخواست کنم، طلب کنم. دعای مکارم الاخلاق در زمان سلطه بنی امیه توسط امام سجاد علیه السلام ایجاد شد. حقیقتی که در مورد این دعا و دعاهای صحیفه سجادیه باید روش خیلی تأمل بکنیم اینه که چرا حضرت امام سجاد علیه السلام از زبان دعا استفاده کردند؟ چه شرایطی در زمان آن حضرت حاکم بود که چنین حالتی رو اقتضا می‌کرد که با زبان دعا معارف رو به اصحاب خودش برسونه؟ ببینید وقتی در دوره‌ای ظلم و هجوم و حمله های دشمن زیاد میشه تو هر جامعه، تو
تاریخ هم خیلی تکرار شده، نمونه های بسیاری داره. وقتی ظلم و حمله های دشمن زیاد میشه، مردم مورد ظلم، افراد جامعه مورد ظلم دشمن واقع میشن، یک نوع درونگرایی در افراد به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی افراد جامعه از دنیای خارج فرار میکنن، به خودشون پناه میبرن، درونگرا میشن. تو این دوره، دوره‌ای که ظلم بیشتر شده نسبت به افراد جامعه، حمله های زیادی شده به اون جامعه، انسان ها از بیرون متنفر میشن، از ارتباط با دیگران متنفر میشن، به خودشون پناه میبرن، درونگرا میشن. اگر یک مروری بر تاریخ امام سجاد علیه السلام داشته باشیم، میگه که زمان امام سجاد علیه السلام درست چنین حالتی هست، واقعی همچون عاشورا، مصیبت عظما، واقعی حره که در مدینه اتفاق افتاد. این وقایع باعث شده بود که چنین حالتی در مردم آن زمان به وجود بیاد. تو این زمانه که دعا بهترین نجوایی است که می توان با مردم صحبت کرد، بهترین وسیله است که می توان از طریق اون پیام ها رو به مردم رسون، معارف دین رو به مردم القا کرد. به خاطر همینه که امام سجاد علیه السلام این روش رو انتخاب کردن، از روش دعا برای تبلیغ دین، برای القاء معارف. دعای مکارم الاخلاق هم یکی از این دعاهاست که در زمان سلطه بنی امیه ایراد شد. حالا شروع کنیم چند دقیقه در مورد یک فرازهایی از این دعای شریف. اکثر فرازهای دعای مکارم الاخلاق با ذکر صلوات شروع میشه. اول صلواتی بر محمد و آل محمد، بعد درخواست، دوباره صلوات، بعد درخواست، صلوات، بعد درخواست. ذکر صلوات بر پیامبر و آل پیامبر نشانه ادب در مقابل پیامبر اکرم و همچنین موجب استجابت دعاست. خیلی از روایات تصریح شده که برای استجابت دعا، اگر میخواهی دعایت به استجابت برسد، دعا رو با صلوات شروع کن و با صلوات پایان بده. پس حضرت علی علیه السلام روایت هست: اذا کانت لکه الالله سبحانه حاجتن فبدأ به مسئلت السلات علی النبی. اگر یک حاجتی رو از خداوند متعال داری، قبل از اینکه حاجت خودت رو بگی، فبدأ به مسئلت السلات علی محمد و آل. یک درود و صلواتی بر پیامبر و آل پیامبر بفرست. ثم سل حاجتک، سپس حاجتت رو بخواه. یا امیر المومنین، فایده این کار چیه؟ فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداهما و یمنع الاخرى. خداوند متعال کریمتر از اینه که، چون هست صلوات یک دعای مستجابه، خداوند متعال کریمتر از اونه که یک دو تا دعا کردی، یکیش رو مستجاب کنه، دومی رو مستجاب. پس برای استجابت دعا، حضرت میبینیم که اکثر فرازها رو با صلوات بر پیامبر و آل پیامبر شروع. حضرت سه بخش خواسته دارند در این دعای شریف. خواسته های حضرت در خلوت، خواسته های انسان در خلوت. بخش دوم، خواسته های انسان در جمع نسبت به جامعه. بخش سوم، خواسته های حضرت و همچنین خواسته هایی که به ما یاد میده، خواسته های انسان در حضور حق، در محضر خداوند متعال. بخش اولش با خواسته های انسان در خلوت شروع میشه. میفرماید یک ترسیم کلی داشته باشیم: با مطالبه ایمان، یقین،
نیت و عمل دعا رو شروع میکنه. میفرماید بلغ به ایمانی اکمل الایمان. همون بحث تبدیلی که جلسه گذشته عرض کردیم. پروردگارا ایمان من رو تبدیل کن به بهترین ایمان ها. واجعل یقینی افضل الیقین. یقین من رو با فضیلت ترین یقین ها قرار بده. مطالبه ایمان یاد میده به ماها که میخواید با خدا حرف بزنید چه چیزی درخواست کنید، بعد ثمراتش رو میده، بعد موانع رو حضرت میفرمایید، موانعی که توی این راه هست. پس بلغ به ایمانی اکمل الایمان، بالاترین ایمان ها رو نصیب من کن. واجعل یقینی افضل الیقین، یقین من رو با فضیلت ترین یقین ها قرار بده. وانتهه به نیتی الى احسن النیات، نیت من رو بهترین نیت ها قرار بده. و به عملی الى احسن العمل، و عملم رو بهترین اعمال انجام بده. ما تو بحث ویژگی های نظام اخلاقی اسلام عرض کردیم که در نظام اخلاقی حسن فعلی با حسن فاعلی همراه. اونجا آیات رو ذکر کردیم، اینجا از متن دعا این برمیاد. ایمان، خواستار ایمان حضرت، یقین میخواد، عمل میخواد، کنارش نیت خوب میخواد. یعنی ایمان حسن فعلی باید به اضافه حسن فاعلی باشه. یکی از اینها بدون دیگری ناقصه. اینا مکمل همه تو نظام ارزشی اسلام. و به عملی الى احسن الاعمال، یک ویژگی دیگه هم عرض کردیم که ارزش ها دارای مراتبیه. یک عمل رو دو تا انسان متفاوت انجام میدن ولی ارزششون با هم متفاوته. عمل همون عمله ولی چون نیت ها فرق میکنه، چون ایمان ها فرق میکنه، چون یقین ها فرق میکنه، خود عمل هم فرق میکنه به تبع اون ایمان و یقین. ارزش این عمل فرق میکنه. حضرت دقت کنید در این فراز شریف، ببینید از هر چی بهترین هاشون میخواد. به ما یاد میده ای انسان اگر حاجتی از خدا داری، مخصوصا تو حوائج اخروی روحی، بهترین ها رو بخواه، به کم قانع نشو. بله این هم خواسته بشه که خدایا به ما توفیق بده واجباتمون، روزمون رو بگیریم، نماز بخونیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم. اینا باید خواسته بشه ولی اینا اقله، خیلی کمه. حضرت یاد میده ای شیعیان اگر میخواید از خدا یقین بخواید، بهترین یقین ها رو بخواه. اگر ایمان میخوای، بالاترین ایمان رو بخواه. اگر نیت میخوای، نیت خوب میخوای، نیت خوب قانع نشو، بهترین نیت ها رو از خدا بخواه. اگر توفیق عمل میخوای، بهترین عمل ها رو از خدا بخواه که بتونی انجام بده. پس بلغ به ایمانی اکمل الایمان، واجعل یقینی افضل الیقین، وانتهی بنیتی الى احسن النیات، و به عملی الى احسن العمل. خب یه فرقهایی از بین یقین و ایمان و نیت، فضیلت یقین، ایمان بالاتره یا یقین، حالا چون وقت نیست دیگه اینا رو میذاریم برای بعد انشاءالله. بعد این فراز حضرت میرسه به موانع عمل. خب منی که میخوام نیت خوب داشته باشم، منی که میخوام احسن الاعمال داشته باشم، تو این دنیا یک چیزهایی مانعه. باید این موانع رو از سر راهم بردارم. یعنی هم خودم تلاش کنم، چون تو بحث دعا عرض کردم، تو بحث دعا اولا باید توانایی های خودم رو به کار بگیرم، اونا رو مصرف کنم، کنارش از خدا هم طلب داشته باشم. خب پس منی که تصمیم گرفتم تو این ماه مبارک
به اکمل الایمان برسم، به افضل الیقین برسم، به احسن النیات، به احسن الاعمال برسم، میبینم تو زندگیم یک موانعی هست، مشکلاتی هست. اولا این موانع رو باید بشناسم، ثانیا در صدد رفع این موانع باشم. یا ابن رسول الله این موانع چیا میتونه باشه؟ حضرت میفرمایند اهتمام به غیر حق. یکی از موانعی که باعث میشه من به اکمل الایمان نرسم، یقینم خوب نشه، یکیش اهتمام به غیر حق. حضرت با این زبان میفرمایند بی نیازم کن از هر کاری که پرداختن به اون مرا از تو باز دارد. وکفنی ما یشغلونی الاهتمام به. از اون کارهایی که اهتمام به اون کارها منو از تو باز می‌داره، پروردگار، از اون کارها بی نیازم کن. فکر کنیم چه کارهایی. پس یکی از موانع اهتمام به غیر حق. اگر من اهتمام به غیر حق داشته باشم، قطعا به اکمل الایمان نمیرسم، به افضل الیقین نمیرسم. فکر کنیم چه کارهایی ما را از خدا باز میداره. اقلش من عرض کنم گناه قطعا یکی از موارد. ابن رسول الله آیا مانع دیگری هم هست؟ بله، اشتغال به غیر اهم. درخواست میکنه پروردگارا مرا به کاری وادار که فردا از آن خواهی پرسید. یعنی مسئولیتی که بر گردن من هست، منو متوجه اون مسئولیتم بکن. برم دنبال مسئولیتم. میفرماید واستعملنی به ما تسألونی غدن عنه. منو به کارهایی مجبور کن که فردا از اونا میپرسی، چون مسئول بودم. کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. تمامی انسان ها فردای قیامت مورد سوال واقع میشن. خدایا اون کارهایی رو که از من خواستاری، مسئولیت منه، منو مجبور کن دنبال اون کارها برم، دنبال کارهای دیگه نرم. مسئولیتم در مقابل خانواده چیه؟ مسئولیتم در مقابل فرزند، مسئولیتم در قبال همسایه، مسئولیتم در قبال جامعه، مسئولیتم در قبال دین اسلام. آیا من هیچ مسئولیتی نسبت به دین ندارم؟ قطعا یه مسئولیتی بر گردن من هست در مورد دین. این مسئولیت رو بشناسم و بهش عمل کنم. بعضا ما میترسیم در مورد دفاع از دین، میترسیم که بگن مثلا فلانی عقب مونده است، ذهنش کار نمیکنه. چرا؟ چون دین داره. هیچ ترسی نداشته باشیم. تو روایات هست قبل از اینکه پیامبر صلوات الله و سلام علیه، قبل از اینکه در خونه رو بزنن، حضرت خدیجه سلام الله علیها در رو باز میکردن. آیا حضرت خدیجه علم غیب داشتن؟ به احتمال زیاد نه. از کجا میتونستن؟ وقتی پیامبر وارد کوچه میشدن، این مشرکین بچه هاشون رو یاد داده بودن که پیامبر رو با سنگ میزدن. بعضی از این سنگ ها رد میشد، میرفت میخورد به خونه، در خونه، و حضرت خدیجه سلام الله علیه متوجه میشدن که پیامبر اومده تو کوچه که بچه ها اینجور سنگ میزنن. ما هر قد اذیت بشیم، این همه که نمیخوایم اذیت بشیم، پس هیچ ترسی در قبال دفاع از دین نباید داشته باشیم. پس یک مطالبه هایی دارن حضرت: ایمان، افضل اکمل الایمان، افضل الیقین، احسن النیات و احسن الاعمال. بعد این به موانع عمل و نیت اشاره می فرمایند که دو تاشو عرض کردم، یکیش اهتمام به غیر حق و دومی هم اشتغال به غیر اهم. موارد دیگه ای هم هست که بحث اکتسابه، بحث درگیری ها و دشمنی هایی که روزمره با اونا من سر و کار دارم. اینا هم یکی از موانع که انشالله اگر عمری باقی باشه در جلسات بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
زندگی ممزوجی است از کار، اضطراب، خشونت، رایانه، ماشین، سرعت و اینک اسلام و زندگی.